سلام تماشابینان عزیز، چون همیشه گی در همین وقت و ساعت منظوری شماست برنامه نوبتی فرزین. موضوع درس امروزه ما پد و حالت های مساوی در بازی شاهمات. میخواستم پیش از درس امروزه رو شروع کردن درس گذشته رو کمی یادآور شویم. موضوع درس گذشته ما مات. مقصد اساسی بازی شاهمات این خوشای حریف رو تسلیم و یا مات کردن میباشد. هنگامی که شما به شاه حریف حمله میکنید، باید حریف حتما به شاه شما جواب گوید. وقتی که شما دیده صدای مهره حمله کننده را زده گرفتن ممکن نیست و شاه حریف به میدان های همشفت آزاد خود گریخته نمی تواند، یعنی در عموم کرده گوییم وقتی که شما به شاه حریف شخ دادید و او یگان جای گریز ندارد، این حالت را در بازی شاهمات مات میگویند. اکنون با شما یک حالت را دیده می برایم که چی طور به شاه حریف مات میگذاریم. مهره ها را از تخته شاهمات و آن همین طرز میگیریم و حالت رو با شما در یک جایگی دیده میبرویم. شاهی سفیدتو رو در خانه G3 میگذاریم. فرزین رو باشد به خانچه D2. شاهی سیاه رو باشد به خانچه H1 میگذاریم. چطوری که بچه های عزیز دیده استودهیم، در اینجا منفیت با فایده سفیدو است. یعنی باید سفیدو در یک گشت به شاه سیوها مات گذارد. باید پیش از هر یک گشتی رو که ما اجرا میکنیم، پیش از گشت حتما باید که فکر کنیم که مهره فرزین را به کدام میدان گذاریم که به شاه حریف مات گذاریم. فرزین سفیدو رو گرفته به خانه G2 میگذاریم. چطوره که شما دیده ایستاده، از خانه G2 فرزین سفیدو عین حال هجوم کرده ایستاده است، یعنی که شخ داده ایستاده است به شاه سیاهو که در خانه اشیاق قرار دارد. در اینجا مهره سیاه یعنی شاه سیاهو نمیتواند یگان گشت رو اجرا کند، از سببی که میدان G1 و H2 تحت حمایه فرزین سفیدو قرار دارد. از همین سبب مهره شاه یگان حرکت کرده نمیتواند و باز نمیتواند فرزین سفید ها رو زده گیرد، از سببی که فرزین تحت حمایه شاه خود قرار دارد. این حالت را در بازی شاهمات مات میگویند. از این بر میآید که هر یک بازینگر در رفت بازی کوشش میکند که هر چی زودتر شاه حریف را تسلیم کند. اکنون میگذاریم به درس امروزه. موضوع درس امروزه ما پد و حالت های مساوی در بازی شاهمات. پد گفته حالتی رو مینامند در شاهمات که یکی از طرف نمیتواند یگان گشتی رو اجرا کند، از سبب آنی که در تخته یگان مهره ها جایگیر نیستند، یعنی که در تخته یگان مهره ها قرار ندارند. مهره ها رو از تخته شاهمات میگیریم، حالت دیگر رو با شما در یک جایگی دیده میبرایم. شاه سفید ها در خانه F6 میگذاریم. فرزین رو باشد به خانه به میدان C6. شاه سیاه رو باشد به خانه D8 میگذاریم. چطوری که با شما دیده ایستادیم، در تخته یگانه مهره سیاه شاه باقی مانده است، یعنی که باید با شاه حرکت کند، اما شاه نمیتواند یگان حرکت رو اجرا کند، از سببی که همه میدان هایی که چطوری که دیده ایستادیم همشفت آزاد خود نمیتواند حرکت کند، یعنی نمیتواند به میدان های E7, E8, D7, C7 و C8 حرکت کند، از سببی که همه این میدان ها تحت حمایه فرزین و شاه سفید ها قرار دارد، از همین سبب نمیتواند مهره شاه یگان حرکت را اجرا کند، نمیتواند به خانه E8 حرکت کند، از سببی که خانه E8 تحت حمایه فرزین قرار دارد. به خانه E7 حرکت کرده نمیتواند، از سببی که خانه E7 تحت حمایه شاه سفید ها قرار دارد. به خانچه های D7, C7 و C8 حرکت کرده نمیتواند، از سببی که هر سه این میدان ها تحت حمایه فرزین قرار دارد. بچه های عزیز، هنگامی چنین حالت در بازی شاهمات، یعنی بازی پد، با مساوی انجام می‌یابد. در برابر پد
یعنی در تخته شاهمات در اون حالت بازی باز با مساوی انجام می‌یابد که از هر دوی طرف ها تنها شاه باقی مانده است و خلاص. در این حالت نیز بازی با مساوی یعنی که دورنگ می شود. بعضن حالت های نیز رخ می دهد که در یکی از بازینگران مهره شاه، مهره اسب و مهره فیل باقی می ماند، از حریف باشد تنها مهره شاه باقی می ماند. در این حالت نیز بازی دورنگ یعنی مساوی انجام می یابد. یعنی که قایده بازی تقاضای آن را دارد که با مهره های سبک یعنی مهره فیل و اسب نمیتوانیم ما به شای حریف مد گذاریم. از همین سبب بازی دورنگ انجام می‌یابد، یعنی مساوی می‌شود. در بازی شاهمات بسیار حالت های رخ می‌دهد که با مساوی انجام می‌یابد. یعنی در روی تخته مهره های میمونن باقی که ناکفایه است برای مات موندن. در این حالت نیز بازی مساوی با انجام می‌یابد، یعنی که پد. اینچنین حالت های رخ می‌دهد که در رفتی بازی با خواهش بازینگر یکی از طرف به حریف تکلیف مساوی کردن رو کند و دیگر می‌تواند آن را قبول کند. بچه های عزیز، اینها با شما یک چند حالت های رو دیده می برایم که در کدام موردها بازی با پد انجام یافته است. چطوری که شما بچه های عزیز دیده ایستادید، خانچه های A7, B7 و B8 با میدان های سرخ اشاره کرده شده است. یعنی شاه سیاه ها نمی تواند با این سه میدان حرکت کند، از سببی که این هر سه میدان تحت حمایه مهره های سفید قرار دارد. مهره حریف، مهره شاه به شخ یعنی نمی تواند یگان حرکت را اجرا کند. این حالت در بازی شاهمات مساوی انجام می یابد. بچه های عزیز، این ها با شما یک حالت رو دیده می برایم که چی تر در رفت بازی پد به عمل آمده شده است. شاه سفید ها رو در خانه C6 فازین رو باشد در خانه H7 می گذاریم. این زمان بازی به فایده سفید ها است، از سببی که سفید ها دارای فرزینند. باید که در این بازی سفید ها غلبه کنند. اما یک خطاگی می تواند بازی رو به باخ یا اینکه به مساوی انجام بدهد. یعنی که در اینجا فکر نکرده، اندیشه نکرده مهره سیاه ها رو زده گرفتن و بازی به مساوی انجام یافت، یعنی که دورنگ شد. چطوره که دیده ایستاده‌ایم، فرزین نمیتواند با یگان میدان حرکت کند، از سببی که هر سه این میدان ها تحت حمایه مهره های سفید قرار دارد. از همین سبب بینندگان عزیز، پیش از هر یک عملیاتی را که ما اجرا میکنیم باید پیش از آن اندیشه کنیم، پیش از آن فکر کنیم، بعد آن گشت را اجرا کنیم. چی طوره که با شما دیده ایستاده‌ایم، یعنی که مهره سیاه ها را پیاده که سیاهی که در خانه C7 قرار داشت زدن خطا. اگر که خواهیم ما غالب بازی کردیم، نباید مهره که در C7 قرار دارد آن را زده گیریم. می توانیم دیگر گشت‌ها را اجرا کنیم، یعنی که با مهره فرزین می توانیم ما شخ دهیم با شاه حریف، یا می توانیم دیگر گشت مهره حریف را با شاه خود زده می گیریم و در اینجا شاه حریف می تواند تنها به میدان A7 گردد. به همین طریق آهسته آهسته سفیدا غالب این بازی می گردند. یک چند حالت ها رو بچه های عزیز با شما در تخته ها دیده می برایم که چی طور بازی با مساوی انجام یافته است. بچه های عزیز، چی طوری که با شما در تخته یکم دیده ایستاده ایم، در اینجا پد به عمل آمده است، یعنی مهره رخ سفید ها در خانه G7 قرار دارد. در اینجا شاه سیاه ها نمی تواند یگان گشت رو اجرا کند، از سببی که خانه های G8 و H7 تحت حمایه مهره رخ قرار دارد. در اینجا بازی دورنگ یعنی به مساوی انجام یافته است. نوابسته در اینجا مهره های سفید دارای رخند، در اینجا بازی به مساوی انجام یافته است. اکنون بچه های عزیز در تخته دویم دیده می برایم. در تخته دویم با مهره اسب آورده شده است، یعنی که مهره اسب از خانه H6 خانه G8 را تحت حمایه خود گرفته است. یعنی
شاه 38 نمیتواند با میدان ژ8 حرکت کند از سببی که میدان ژ8 تحت حمایه اسب قرار دارد. میدان های ژ7 اشرف باشد تحت حمایه شاه سفیدها قرار دارد. در اینجا مهره 38 یعنی شاه حریف با یگان میدان های همشفت آزاد خود حرکت کرده نمیتواند. در اینجا بازی مساوی آورده شده است، یعنی بازی دورنگ شده است. در تخته سیوم شاه 38 در خانه ا8 قرار دارد. در اینجا نیز بازی با مساوی انجام یافته است، یعنی که بازی دورنگ شده است. چطوره که شما دیده ایستادید، خانه ب8 تحت حمایه اسب سفیدها قرار دارد، یعنی مهره شاه نمیتواند به خانه ب8 حرکت کند از سببی که خانه ب8 تحت حمایه مهره اسب سفیدها قرار دارد. خانه های ا7 ب7 باشد تحت حمایه شاه سفیدها قرار دارد. در اینجا بازی مساوی انجام یافته است، یعنی که بچه های عزیز چطوره که در تخته یکم، در تخته دویم و تخته سیوم دیده ایستادیم، سفیدها دارای مهره اسبند، یعنی دارای مهره سبک، نمیتوانند با تنها مهره سبک مات گذارند به شاه حریف. یعنی که اگر که مات گذاشته نتوانستیم، شاه حریف با یگان میدان های همشفت خود آزادانه گریخته نتواند، یعنی گش کرده نمیتواند، در تخته یگان مهره های سیاه قرار ندارد، این حالت در بازی شاهمات با پد انجام مییابد. خاطررسان میشویم که ادامه برنامه فرزین است از شبکه تلویزیون بهارستان منظور شماست. باز یکچند حالت دیگر را دیده میبراییم که چطور پاد به عمل آمده است. در اینجا چطور که دیده ایستاده‌ایم، گشت سفیدها است. سفیدها فکر نکرده مهره شاه را به خانه ژ6 حرکت کردند، یعنی این گشت غلط است. در اینجا پاد به عمل آمد. باید بچه های عزیز پیش از شاه رو گشت کردن، باید که حتما فکر میکردن بعد گشت بکردن. در اینجا فکر نکرده مهره شاه رو به خانه ژ6 حرکت کردن و بازی به مساوی انجام یافت. برای اونکه این حالت رخ ندهد، ما میتوانیم فرزین خود رو به خانه ی7 گذاریم و پس از یک گشت به مهره های سیاه مات گذاریم. در این دو تخته بازی های بازینگران کسبی آورده شده است که هر دو طرف به دورنگ شدن بازی راضی شدند. اکنون با شما به طور عملی دیده می براییم که چی طور به بازی دورنگ راضی شدند. چی طور که با شما دیده ایستادیم، هر دو طرف ها دارای یکتاگی روخند. در اینجا بازی به مساوی انجام می یابد از سببی که نمی تواند یکی از این طرف به شاه حریف مات گذارد، از همین سبب بازی به دورنگ انجام می‌یابد. در تخته سیوم باشد هر دی طرف ها دارای یکتاگی مهره سبکند، یعنی سفیدها دارای مهره فیل، سیاه ها باشد دارای مهره اسب. بچه های عزیز، در این حالت نمی‌تواند یگان طرف به مهره حریف یعنی به شاه حریف مات گذارد، یعنی قاعده بازی تقاضای آن را میکند که با مهره سبک نمیتوانیم به شاه حریف مات گذاریم، از همین سبب در اینجا بازی به دورنگ انجام مییابد. بچه های عزیز، فکر میکنم که معلومات ضروری را دایر به موضوع امروزه گرفتید. اکنون حالت آخران را با شما دیده میبراییم. مهره سیاه در خانه پیاده سیاه در خانه F2 قرار دارد. در درس های گذشته با شما دیده گذشته بر آمدیم که میتواند مهره سیاه به خانه F1 رسید، میتواند یکی از مهره های زورترین در بازی شاهمات را گذارد، یعنی میتواند فرزین را. فرزین برای چیز فرزین را ما میگذاریم؟ از سببی که در بازی شاهمات فرزین مهره پرزورترین به حساب میرود، از همین سبب بسیاری ها فرزین را افضلتر میدانند. بچه های عزیز، در اینجا ما فرزین را گذاشتیم و بازی به دورنگ انجام یافت، یعنی مساوی شد، از سببی که در اینجا شاه سفیدها یگان گشت را اجرا کرده نمیتواند، یعنی میدان های همشفت شاه تحت حمایه مهره های سیاه قرار دارد. برای همین بچه های عزیز، باید پیش از هر یک گشت باید خوب فکر کنیم، بعد اون گشت را اجرا کنیم. یعنی ما فرزین را اگر در تخته عین حال گذاریم، بازی به دورنگ انجام می‌یابد. از همین سبب اگر خواهیم که بازی را
غلبه کنیم می توانیم ما در اینجا مهره رخ رو گذاریم می توانیم با مهره رخ یعنی که مهره فرزین و رخ در بازی شاهمات مهره های وزنی حسابیده می شود می توانیم ما با یک مهره رخ شاه سفید ها رو مات گذاریم بچه های عزیز با مهره اسب یعنی سیاه ها دارای مهره اسبند سفید ها باشد تنها دارای شاه در اینجا بازی با مساوی انجام یابد از سببی که با مهره سبک یعنی با مهره اسب ما نمی توانیم مات گذاریم اگر مهره اسب رو میگیریم و مهره فیل رو میگذاریم مهره فیل و اسب در بازی شاهمات مهره های سبک حسابیده می شود یعنی با مهره فیل هم ما مات گذاشتن نمی توانیم در اینجا بازی دو رنگ انجام یابد یعنی مساوی می شود برای بازی رو غلبه کردن ما تنها در این حالت مهره رخ می گذاریم پس بازی رو غلبه می کنیم بچه های عزیز در بازی شاهمات دو نتیجه خوب است غلبه کردن و مساوی کردن با همین برنامه امروزه ما به اتمام می رسد خیر تماشا بینان عزیز تا برنامه های آینده با شبکه ما بمانید.